sen anlat Karadeniz. ببین مریم، تو هم گیر دادی ها. گوش کن ببینم، تا حالا کسی بهت نگفته که مراد اهل حساب کتاب نیست؟ نگفتن حوصله‌اش سر میره؟ نه بابا، برو دختر برو، بهتره بری یه لیوان آب سرد بخوری. بجنب بجنب، خیلی خوب باشه، موفق باشی. چی شده داداش؟ چرا با دختره دعوا میکنی؟ میگه چرا با دخترای دیگه حرف میزنی؟ اومده از من حساب پس میگیره. ببینم بچه، زنای این خونه کجان؟ مامانم که رفته شیر بگیره، زن داداشم هم هنوز از پیش استاد بر نگشته. چیه؟ داشتین در مورد من حرف میزدی؟ بسم الله. داداش انگار مهمون داری. اینا اینجا چی کار میکنن؟ داداش باید حرف بزنیم. چه حرفی؟ زن داداش ایگیت پیش شما میمونه، شما دوتا مواظب حرفاتون باشین، بچه اینجاست. پسر یه احمق. مصطفی آروم باش، برو باهاش حرف بزن. ولم کن. وای ایگیت، خیلی خوش اومدی. ببین باله، دوستت اومده پیشت، یالا برین با هم بازی کنین. باشه. بگو ببینم اینا اینجا چی کار میکنن؟ بگو تو با زن مردم چی کار داری؟ داداش درست صحبت کن. باشه. چجوری درست صحبت کنم؟ بگو ببینم چرا این زن اینجاست؟ دیروز خونش مهمون بودیم و الان زن و بچهش اینجاست. تو داری چه غلطی میکنی؟ داداش زنه کتک خورده، یارو انگشتاشو چکونده. خب که چی؟ اون اومده زنشو زده، بعد تو بی خیال همه چی شدی و زنشو دزدیدی. تو چجوری این کارو کردی؟ من ندزدیدمش داداش، خودش پشت ماشینم قایم شده بود، اما اگه میفهمیدم کتکش زده میدزدیدم. تو غلط میکردی. آخه زن مردم به تو چه ربطی داره؟ مگه تو چی کاری؟ بسه دیگه، من میرم. وایسا ببینم، همونجا که اسی وایسا، نمیخواد چیزی بگی. اونو همین الان میفرستی بره. همین الان ما داریم با شوهرش کار میکنیم، مرتی که خیلی راحت ما رو نابود میکنه. میفهمی چی میگم؟ یعنی بذاریم یارو بیاد زنشو ببره و بکشه و ما بشینیم با شرافتمون پولامونو بشماریم؟ اصلا من قهرمان بازی در نیار. مصطفی چیه؟ بیا میخوام بهت یه چیز بگم. ولم کن آسیه. ولت نمیکنم. بیا مصطفی بیا. آسیه بیا. وایسا وایسا. چی میخوای بگی؟ همینجا بگو. دلم برای تنگ شده آسیه. بالم هم دلش برای تنگ شده. آره دلم تنگ شده. از دست تو آسیه. ببین لجبازی نکن، رابطتو با برادرت خراب نکن. بهتره من ایگیتو بردارم. تو هیچ جایی نمیری. ببینم نکنه تو دیوونه ای. آره دیوونم. از کجا فهمیدی؟ من میرم، برو کنار. نرم، میخوای چی کار کنی؟ میزنم سرتو میشکنم. واقعا؟ بشکن ببینم. ببینم انگار تو واقعا دیوونه ای. گفتم برو کنار. واسه فرار از شوهرت تو ماشین یه غریبه قایم شدی، حالا اینو میگی؟ بسه دیگه بسه. اینقدر نگین شوهرت، شوهرت اون شوهر من نیست. پس چیه توه؟ ایگیت بیا باید بریم. آسیه بلش کن. گفتم چه نسبتی باش داری؟ برو کنار. سب کن، من حلش میکنم. به اندازه کافی ترسیده. بچه ها بیاین یالا. طاهر بد میشه ها. داداش داره میگه اون یارو شوهرش نیست. تو کلت نمیره کیه و چیه؟ تموم شد، بذار بره. بریم بازار یکم هوا بخوریم، تا اون موقع موضوعی خونه یکم آروم میشه. یا خدا این زد تو خونه ما چی کار میکنه؟ مامان تو دیگه شروع نکن، به خدا کلن گیت شدم. خب دیگه ما میریم بازار. های صبر کنین، کجا میرین؟ گفتم صبر کنین. خب برو از داداشم بپرس. اون زن تو این خونه چی کار میکنه؟ تو ماشینمون قایم شده، این پسر دیوونت هم بهش پناه داده. چی؟ این زن دیوونه تو هم برش داشته و بردتش بازار. آبرومون تو روستا رفت. طاهر
برو اینا رو جمع کن. وای، حالا نابرمون تو کل روستا میره، جلوی همه مسخره شدیم رفت. گرگ کوچولوی منو چی شده؟ من میترسم مامان. نباید بترسی، یکیه دونم. آهوی موابی یکم هیجانی شده. آه راست میگین، اینا اسم شما هست؟ آره، خوشت اومد؟ آره خیلی خوشم اومد. مامان، پس چرا اسم من فقط بالمه؟ میگم نظرت چیه که برای بالمم یه اسم انتخاب کنیم؟ به نظر من بهتره اسمشو بذاریم خرس عسلی. نه خیر، چرا اسم شماها آهو و گرگ باشه ولی من خرس باشم؟ باشه، پس اسمتو میذاریم زنبور، زنبور عسل. آره خوبه، از این خوشم اومد، خوبه. Gökte yıldız 54 da 50'si da belli dur. Gökte yıldız 54 da 50'si da belli dur. Kara sevda çeken onda gözlerinden belli dur. Kara sevda çeken onda gözlerinden belli dur. Yuvasında dertli kuşta ne suyu var ne yemi. Yuvasında dertli kuşta ne suyu var ne yemi. Güzelimle buluşmakta sen neden seni yemi. Güzelimle buluşmakta sen neden seni yemi. Güneş doğar meşeden da yar geliyor köşeden. Güneş doğar meşeden da yar geliyor köşeden. Rengini gülden almış da kokusu menekşeden. Rengini gülden almış da kokusu menekşeden. حواستو جمع کن، یه وقت دخترها فرار نکنن. نگران نباش، حواسم هست نظر. برو گم شو ببینه. اه خاله ترکان، مرجان حالتون چطوره؟ ما خوبیم پسرم، شما چطوریم؟ خوبیم خوبیم ممنون. فقط همینا رو کم داشتیم. کیا؟ زن دایی جمیل و دوتا دختراشو میگه. اون دختری که رو سری سرشه رو ببین. مادر شوهرم گیر داده میخواد اونو برای طاهر بگیره. نمیدونم چی تو این دیده. تفلک بیچاره دختره. بیا پسرم. آسی خیر باشه. این دختره کیه؟ این دختره؟ مهمونه، از استانبول اومده زندایی جونه. آره جدی؟ مگه شما تازه از استانبول نیومده نابجی آسیه؟ چرا نزن؟ حالا اون اومده یه چند روزی پیشمون بمونه. مشکلیه؟ ایگیت بیا بریم. پرنسسم تو هم بیا. بودو شاهزاده، بودو ببینم.
بسه دیگه بسه، اینقدر نگین شوهرت، شوهرت اون شوهر من نیست. چه نسبتی باش داری؟ منظور چیه؟ گفتی شوهرت نیست، پس چه نسبتی باش داری؟ این به تو ربطی نداره. معشوقشی؟ به خدا میکشمت. ببین تو بازاری ما. بچه ها رو بردارین بیاین خونه. ایگیت، بچه ها رو ببرین خونه با هم بازی کنن. اینجا چه خبره دختر؟ چی آبجی آسیه؟ میشه بگی اینجا چه خبره مام بدونی؟ بذارین من بهتون بگم. دامادمون دست دختر استانبولی رو گرفت و برد. بهتره یه لیوان آب سرد بخوری. بیا پایین ببینم. خودت پیاده میشی یا من پیادت کنم؟ نظر منم همین بود. باید حرف بزنیم. حرف نمیزنم، حرف نمیزنم. اصلا به تو چه؟ پرسیدم چه نسبتی به اون بیشرف داری؟ جواب بده. زنش که نیستی پس چیش میشی؟ بگو. هیچ نسبتی باهاش ندارم، فهمیدی؟ منو به زور حبس کرده بود. پس چرا عقدت نکرد؟ میخواست بکنه. پس تو نخواستی باشه ازدواج کنی؟ اما چرا؟ چون فقط اونجاست که نظر منم میپرسن. وداد میترسه من اونجا قبول نکنم. فقط سر عقد میتونم به اون دیوونه نبگم، فهمیدی؟ راضی شدی؟ تموم شد؟ آره شد. آره خیلی هم خوب شد. حالا دستمو ول کن. میخوام یکم فکر کنم، لطفاً دیگه ازم سوال نپرس. من چیزی نپرسیدم، آروم و ساکت نشستم. میشه تو هم ساکت باشی؟ مال شماست؟ شنا رو آوردن. داداشت با وداد کار میکنه، گفت اگه ما رو نجات بدی کار اونام خراب میشه، یعنی اگه بفهمه تمومه. ای بابا، من جلوی دریای سیاه نشستم، خورشید داره روبروم غروب میکنه، تجارت چیه؟ پاک کن اون بیشرفو از ذهنت، یکم واسه خودت رویاهای دخترونه داشته باش. اون دیگه چیه؟ چه میدونم، گل، کفش، دوزک. من باید این چیزا رو بهت بگم؟ آره؟ زمان همه ی روی هامو نقشه براب کرد. بهت نمیاد از زمان حرف بزنی، هنوز خیلی جوونی. چند سالته؟ 24. اما زمان یه چیز نسبیه. البته وقتی شکنجه بشی دیر میگذره. ب...
زمان نمیگذره. چند ساله که نمیگذره؟ یعنی این همه مدت لب دریا نرفتی؟ تو رو تو خونه حبس کرده بود؟ ایگیت اصلا از خونه بیرون نیومده؟ شما رو تو خونه اسیر کرده بود؟ اون بی شرف هر روز کتکت میزد؟ بسه دیگه بسه، خواهش میکنم بسه. اصلا عقل ندارن اینا، اصلا عقل ندارن. کی به شما گفت اینا رو ببرین بازار؟ آره راست میگی، ما زنا عقل نداریم. داد نزن، بچه ها خوابیدن. معلومه که عقل ندارین. کجاست این عقلتون؟ چرا رفتی بازار؟ آبرومون رفت به خدا. ترکان الان زنگ زد، گفت پسرت با یه زن بچه دار وسط بازار میرقصید. آبرومون تو کل روستا رفت. آبرومون رفت به خدا، به خاطر یه زن بی شوهر آبرومون رفت، نابود شدیم. وای مامان صدا تو بیار پایین. میدونی چرا رفتیم بازار مصطفی؟ چرا؟ نه، به خاطر اینکه مادرت با زن وارد معامله نشه رفتیم، فهمیدی؟ بفهم چی داری میگی زن داداش. مامانت حق نداره در مورد من اینجوری حرف بزنه. پسرم کجاست؟ مامانتو ساکت کرد. به خدا دختره باید دستیار من بشه. زن داداش، من با تو نبودم که، من داشتم با مراد و فاتح حرف می زدم. ولم کن، بذار بچه‌مو بگیرم و برم. ول نمی کنم. تو هم میخوای منو حبس کنی؟ از دست وداد آزاد شدم، گیر تو افتادم. منو با اون عوضی یکی نکن. پس تو هم بهم زور نگو. الانم میری پیش پسرت، آروم و راحت میگیری میخوابی، فردا صبح هم دستتو نشون میدیم و تموم. اگه کاری که گفتم رو بکنی، خودم سوار اتوبوست میکنم. اگرم نکنی، اون وقت میفهمی زور یعنی چی.
و یادت نره من تهدید نمی کنم، عمل می کنم. من باید اون یارو رو میکشتم. یکی اومد. کالنیا!
شما بهش خبر دادی؟ چی؟ برای همین نذاشتی برم؟ خدا لعنتت کنه. دیگه این حرفو نزن باشه. را بیافت. منو ببین. پیش پسرت میمونی تا من نیومدم درو باز نمیکنی. فهمیدی چی گفتم؟ بداته زنم رو بیارین اینجا. زنشو بده بهش بره. به هیچ وجه داداش، هرگز. کانالیا، سره ناموس دوست، سرم کجاست؟ چیه؟ هار شدی وداد؟ خانوما اینجان، اونا برن بیرون تصفیه حساب میکنیم. سنمو بیار تا بلایی سرت نیاوردم. تو میخوای به زور بیای تو خونم؟ آروم باش مرتی که یوزی، وگرنه خودم لهت میکنم. دست از سر بچه هم بردار. زن و بچه تو بردار و برو. بالاست. مامان چی کار میکنی؟ گفتم بالاست. آسیه صداش کن. من بالا کسی رو ندیدم. شما دارین سر به سرم میذارین؟ چی کار میکنی نامردا؟ نفس! بهش دست بزنی میکشمت. بازم در رفت. زنم کجاست؟ فرار کرده دیگه، برو بیرون دنبالش بگرد. ماشینا رو ول کنین از این ور. وای ساتاهر، ولم کن داداش، ولم کن. تو جایی نمیری. باید از رو جنازه من رد بشی تاهر. برو کنار مادر. مصطفی بذار بره. مراد زن داشتو از اینجا ببر. بیچاره رو میکشه. فلم کن. نمیذارم به خاطر یه زن روسپی زندگی تو خراب کنی. مامان بسته دیگه. چی بسته پسر؟ نمیذارم بری. این کارو نکن داداش. اونا اسلحه دارن. فکر کردی من تو رو میدم دست اونا؟ داداش اونا مسلح افتادن دنبال یه زن. نکن داداش، نکن. برو اونور. اون آدم داره میره دنبال زن خودش. به تو چه؟ نکنه چشت دنبالشه. تو به اون زن نظر داری؟ بسه. نظر داری بهش؟ بسه. ولم کنین. پس انسانیتتون کجا رفته؟ اون بیشرف میخواد اون زن رو بکشه. خب به تو چه؟ طاهر سب کن.
خوب نیستی؟ بیا برگردیم. نمیتونیم برگردیم. اما اگه برگردیم شاید بابا با همون کاری نداشته باشه. من خیلی میترسم مامان. عزیزم من نمیذارم تو چیزیت بشه. بمیرم هم نمیذارم. ببین مگه ما از قلعه دیو رنگ پریده فرار نکردیم تا اینجا که اومدیم؟ جنگل مال اونا نیست، مال ماست. نمیتونیم تسلیم بشیم باشه؟ یالا ما یه تیم خوب هستیم، به جام نباید تسلیم بشیم. بودو آهوی قرمز بودو. نفس ایت. گرفتمت. نه ترس، نگران نباش. بجم از اون طرف زود باش. تو به وداد نگفتی؟ واقعا داری نجاتمون میدی؟ معذرت میخوام اما وداتم اول همین جوری بود. خدایا به زن جماعت بخوای دردتو بفهمونی چقدر سخته. مگه نگفتم منو با اون عوضی یکی نکن؟ واقعا معذرت میخوام. معذرت خواهی باشه واسه بعد. یالا بجم زود باش. نفس چقدر بیار، زود باش، بلند شو، یالا بجون، باید بریم. از اون طرف، از این طرف. نفس ایگیت، شما خوبین؟ پسره یه بیناموز، اسلحتو بیار پایین وداد. تو همسر و پسرم رو دزدیدی طاهر، و تو رو نکشم اسلحه رو پایین نمیارم. اونا رو بده به من. چرا؟ بدم تا دوباره کتکش بزنی؟ نه خیر، به تو چه بخوام میزنمش، و اگه بخوامم عاشقش میشم. آره؟ وجود بیشرفی مثل تو زندگی این زن بیچاره رو سیاه کرده. من نمیتونم در برابر همچین ظلمی ساکت بمونم. من مثل تو نیستم وداد. خیلی خوب باشه، دیگه کاریت ندارم. نفس بیا. بیا. تو گفتی و منم باور کردم. میخوای باور کن میخوایم نکن کللیه کوچولو، تو یه نفری اما در برابرت یه لشکر. الان شدیم دو نفر. نه خیلی، دو تا هم غلطه، شدیم سه تا. من که میگم چهار تا. یالا وداد، زن و بچه تو بردار و برو. البته اگه من بذارم. یالا بیا بگیر ببینم. به حرف داداشت گوش کن، دیوونه بازی در نیار. من همیشه دیوونه بازی در میارم. ببرون صدا تو، میزنه میکشت دیوونه. یعنی یه زن بیگناه و بچهشو بدم دست این بیشرف؟ آره؟ اینجوری جونمو نجات بدم؟ من نخواستم همچین چیزیو، نمیخوام. طاهر
داداشت راست میگه، اون میکشتت. تو ساکت شو، من شما رو نمیدم دست این کثافت. به من اعتماد داری یا نه؟ نمیدونم. پس توکل کن به شانست. یه نفس عمیق بگیر و بعدش بپر پایین.